به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتون بخیر. انفجار در امریکا، ساختمان با خاک یکسان شد. انفجار در امریکا، دو تن کشته و 9 تن ناپدید شده است. رسانه های امریکایی گزارش دادند که در نتیجه انفجار بر یک کارخانه چاکلیت سازی در ایالت پنسیلوانیا این کشور دو تن کشته و 9 تن دیگر ناپدید شدند. این انفجار نا وقت شب رخ داده است. تظاهرات زنان با شعار حق، عدالت و آزادی در کابل طالبان مانع شدند. گروه از زنان معترض با شعار حق، عدالت و آزادی در جاده های شهر کابل تظاهرات کردند. طالبان این تظاهرات را برهم و مانع راه پیمایی معترضان شدند. مشارکت و عدالت جو را اندازی شده است. و در پایان، سیلاب ویرانگر در برخ بیش از 500 خانه در ولسوالی زاره تخریب شدند. بر اساس تازه ترین جزئیات، در سیلاب ویرانگر اخیر در ولسوالی زاره ولایت بلخ بیش از 500 خانه مسکونی و 4000 جریب زمین زراعتی تخریب شدند. آصف وزیری، سخنگوی فرمانده اهمی طالبان، اعلام کرد این آمار گفته است حدود 700 رسم ماشین نیز در ولسوالی زاره بر اثر سیلاب تلف شدند. طالبان در تلاش بعد از آوردن سفارت های افغانستان در خارج هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است این گروه در تلاش تا مسئولیت سفارت خانه افغانستان در خارج را بر عهده بگیرد. و گزارش خبرگزاری اوسف توشپرس، مجاهد گفته است حکومت طالبان دیپلمات های خود را به حداقل 14 کشور اعزام کرده و تلاش ها برای تصدق مسئولیت و سایر نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در خارج از کشور است. او افزوده دیپلمات های دولت سابق نیز با هماهنگی وزارت امور خارجه این گروه فعالیت ادامه می دهد. تشکر از توجهتان. از شما تقاضا می کنیم تا نظریات انتقادها سالم خیش را به ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.